از این به بعد وقت وبینار ای سمینار رو یادت بیار. دوستان کریپتوکارنسی و دوستان عزیز حاضر در این کلاس، خب امروز جلسه هشتم و جلسه آخرمون هست و میخوایم کلی با هم مطالب رو یه بار مرور کنیم. صدا و تصویر من اوکی هست؟ همه دوستان دارن؟ بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. خب عرض شود که توی این هشت جلسه ما به دنبال این بودیم که یه دید کلی نسبت به موضوع کریپتوکارنسی پیدا بکنیم و بدونیم اصلا این بازار چیه، چجوری میتونیم توی اون فعالیت کنیم، زمینه های فعالیتش چی هست و اینکه کجا وایسادیم و چه قوانین مقرراتی حاکم بر این بازاره، چه محدودیت هایی داره، چه محدودیت های ویژه‌ای برای کسانی داره مثل ما ایرانی ها که میخوایم با صرافی های خارجی کار کنیم. این دوره اسمش 0 تا 100 ارزهای دیجیتال یا رمز ارز بود، رمز ارزها بود که شروعش از دی ماه بود و امروز که آخرین جلسه هست اول بهمن. من به خاطر اینکه بتونیم یه جمع‌بندی بکنیم یه مروری بکنم. روش ارتباطی ما از طریق واتساپ و تلگرام هست. واتساپ من یه چند روزی هست به مشکل برخورده، امیدوارم که مشکلش حل بشه تا بتونیم رو واتساپ هم در خدمتتون باشیم. اما ارتباط ما که رو گروه تلگرام از ابتدا بوده، این گروه تلگرام همچنان حفظ خواهد شد تا انشالله بتونیم یک اشتراک اطلاعات خیلی خوبی با هم در این زمینه داشته باشیم. در خصوص دوره که قبلا صحبت کردیم، شما الان پایان این دوره هست، یک مهارتی یاد گرفتین که هر جای دنیا اگر تشریف ببرید میتونید ازش استفاده بکنید، میتونید به دلار درآمد داشته باشین و تبدیل بکنید اون رو به ریال. یه اتفاق جالب امروز افتاد با یکی از این دوستان بورسی، من داشتم یه مقدار شوخی میکردم که شماها این هم ضرر کردین تو این بازار و همچنان دارین ادامه میدین. خب به هر حال خیلی از شاخص 200 رسیدن به 100 خیلی خودش پتانسیل داره، اکثر سهم بین 70-80% هم ریزش داشته. سر به سرشون داشتیم میذاشتم و در جواب یکیشون برگشت گفتش که این چیه بیت کوین، شما ارز مملکت رو میبرید بیرون. گفتن چه سوال، چه نکته جالبی اشاره کردی. درسته که این ارز خارج میشه، اما وقتی که برمیگرده به چندین برابر ارزشش میاد و تبدیل به ریال میشه. قسمت عمده ای از این جریان پول دوباره برمیگرده در داخل کشور و خب یه ارزش افزوده ای از نظر ریالی میتونه داشته باشه که خب این یک قابلیت ویژه بازار کریپتوکارنسی است. خواستم این جواب شما هم تو آستینتون داشته باشین زمانی اگر کسی بهتون گفتش که چیه مثلا ارزو دارین خارج میکنید و فلان و بهمان، بهش بگیم بله میره بیرون ولی دوباره به چند برابر ارزش روز اولش برمیگرده، دوباره تبدیل میشه. پس این روش کسب درآمد دلاری بازگشت چند برابری هم برای سرمایه گذاران و به صورت کلی برای اقتصاد هم داره. از این بین میتونید کوین و توکن های مورد نظرتون رو انتخاب بکنید، تو ایدراپ ها شرکت کنید، یاد گرفتین از کجا هست، تو آی سی او ها شرکت بکنید، گین های خوبی ببرید. ضمناً میتونید از سایت هایی مثل تریدینگ ویو تحلیل های خیلی خوبی رو از تحلیلگران مطرح حوزه کریپتوکارنسی به دست بیارید. یک کیف پول برای خودتون ایجاد بکنید، چه دسکتاپی باشه، چه اپلیکیشنی باشه، چه هاردوری باشه. یک نمونه حتی پیپریش هم با هم دیدیم که اینها اکثرشون به صورت رایگان هستن. روی سخت افزاری ها باید هزینه رو پرداخت بکنید. امروز در مورد پروژه های اسکم صحبت می‌کنیم و حوزه کلاهبرداری که خیلی بحث مهمی هست و خرید و فروش هم که با هم از روز اول فکر کنم جلسه اول بود که با هم این دوره رو داشتیم شروع می‌کردیم، بحث نوویتکس مطرح شد. خب تو این فاصله این بحث تایید احراز هویت زمانبر بوده، شاید بعضا نرسیدن انجام بدن یا شما دیر شروع کردیم، اما خب یه بار مسیر رو دیدیم. پیشنهاد من به همه دوستانی که تو این کلاس شرکت کردن این هستش که امشب که آخرین جلسه است و تموم که میشه این موضوع
از همین فردا یک بار دیگه این مسیر رو مرور کنید، یه دفتری بذارید کنارتون، نکات رو یادداشت کنید، اسم وبسایت ها رو بنویسین، اد تو فیوریت بکنید، بعدا بهشون مراجعه کنید و این کمک میکنه خورد خورد این دانش در شما رسوب بکنه و حتما حتما در جریان اخبار اطلاعات پیرامون بازار کریپتوکارنسی هم قرار بگیرید. راهش رو در قالب یه چند تا اسلاید، وبسایت های خبری، اپلیکیشن های کاربردی من برای شما کامل توضیح دادم. خب یه نکته هم اشاره بکنم، من دیشب 6 تا از فایل های کلاس رو آپلود کردم که شما میتونید دانلود بکنید. همین امشب این کلاس هم که تموم شد، جلسه 7 و 8 رو هم آپلود خواهم کرد و عملا کل کلاس برای شما آپلود شده است، میتونید دانلود بکنید سر فرصت توی بازهایی که تایم آزاد دارین حتما مشاهده بکنید. دوره 0 تا 100 ارز دیجیتال شامل زنجیره بلوک بود. تو فصل اول به این کاربرد زنجیره بلوک و کمک هایی که میتونه به کسب و کارها بکنه و تاثیراتی که تو بازارهای مالی و بازار سرمایه داشت پرداختیم. اصول اولیه رمزارزها رو با هم دیدیم، کلی اصطلاح و اینا رو با هم مرور کردیم و زوایای مختلف بازار رو با هم چک کردیم. ثروتمندان ارزهای دیجیتال رو با هم دیدیم، فهمیدیم که اگر بیت کوین به دست آوردن احتیاج نیستش که دو بار اکسچنج بدیم، میتونیم مثلا کالایی که مد نظرمون هست رو بخریم، این بازار داره مارکتش بزرگتر میشه. برای نقد کردنش روش‌های مختلفی داشت، از جمله نقد کردن روی BTM، بیت کوین تلر ماشین، یا همون خودپردازهای بیت کوینی. خرید و فروش رمزارزها رو با هم دیدیم، نکات مرتبط با اون رو گفتیم، روش‌هایی که وجود داره. به استیبل کوین و وچر اشاره کردیم هم در فصل دوم هم در فصل چهارم و در فصل‌های بعدی، یعنی در فصل پنجم و در فصل همون در فصل پنجم هم استیبل کوین رو دیدیم چجوری میتونیم بخریم نگهداری کنیم، هم وچر و تفاوتاش رو با هم دیدیم و چندین بار هم شما مشارکت کردیم در این که بیاین تفاوت مربوط به این دو تا رو برای بقیه دوستان توضیح بدیم. روش‌های کسب درآمد با ارزهای دیجیتال با هم دیدیم، دیدیم که میتونیم برای خودمون یک منابع درآمد خوبی رو مصور باشیم که خب به ارز دیجیتال درآمد میتونه باشه. یه نکته جالب دیگه هم امروز یکی از دوستان اشاره کرد در صحبتی که ما هم داشتیم که در خصوص سایت تریدینگ ویو بود، گفت مثلا من اگه تحلیل اونجا بذارم پولی در میارم. گفتم نه قاعدتا به صورت مستقیم، چون تحلیل تو میذاری که تو مطرح شی، ولی از یه جایی بعد تو به یه نقطه‌ای میرسی که امکان این وجود داره که به عنوان مشاور برای حالا شرکت‌ها، آدم‌های مختلف کار کنی، ایدتو بفروشی و اونجا میتونی درآمد داشته باشی، چه به صورت پول فیات و چه به صورت کریپتوکارنسی. پس ارزش داره که در این بازار به صورت خیلی جدی فعالیت داشته باشیم و به این نقطه هم رسیدیم که این داستان گلد راشه و اون بیل و کلنگی که ما میتونیم بفروشیم توی زنجیره بلوک بسیار بسیار گسترده هست و اینکه محدود به فقط خرید و فروش بیت کوین نیست. قرار شد که یه تست MBTI بزنید. نمیدونم آیا به غیر از آقای شجاعی که جلسه قبلی اشاره کردن دوست دیگه هستش که تست MBTI زده باشه؟ بله، البته این اسم دوستانی که اینجا میاد یه مقداری همون در و پنجره‌ایه و مربع و خط فاصله که من نمیتونم بخونم اسم دوستانو. بله، خانم سهراگرد و دو تا دوست دیگه ای هم که فارسی و بله انگلیسی، آقای جوادی پور هم نوشتن که بله، بسیار هم عالی. خب این خیلی کمک کرد که ما یه مقدار با کاراکتر خودمون آشنا بشیم. در نظر داشته باشیم که تست MBTI همه چیز نیست، ولی جز یکی از تست های بسیار مطرح توی دنیا هستش که سالانه میلیون ها نفر مخصوصا تو حوزه بازارهای مالی این تست رو انجام میدن. پیشنهاد میکنم هر از چندگاهی این تست رو انجام بدید. نمونه های فارسی و انگلیسی بسیار زیاد وجود داره، تست های معتبر و جاهای سازمان های معتبر رو پیدا بکنید، خیلی کار سختی نیست، یه گوگل کردنه و این اون یه سری چیزا اکتسابیه، یه سری هم شما میتونید تو خودتون ایجاد کنید با خوندن، مطالعه کردن، وسعت دید، انتخاب دوستان بسیار خوب برای خودتون کمک میکنه که یه سری فاکتورهای که مرتبط با مخصوصا داستان معامله‌گری شما توی درد شما تقویت بشه. پس خیلی نگران نباشین اگر جوابش خیلی مورد نظرتون نبود و خیلی هم خوشحال نشین اگر همش مپ بود با خودتون، احتیاج به کار داره این مسئله.
در مورد ICO هم با هم صحبت کردیم، انواعش رو دیدیم، رو ونچر کپیتال با هم صحبت کردیم. آها امروز یه چیزی سورپرایز رو باحالم براتون دارم در مورد قیمت اتریوم، و یه نکته هم میخوام بهتون بگم که کاملا به این، چون تو ICO یه مقایسه با ونچر کپیتال کردیم دیگه، VC بهش میگن، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه که یا مخاطره پذیر، که حالا تعریفش هم جلسه قبل با هم، دو جلسه قبل دیدیم، کیف پول هم که با هم صحبت کردیم و تونستیم یک کیف پول درست بکنیم، جلسه قبل هم همینطور بود. و انشالله تو این جلسه روش های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال رو با هم مرور میکنیم، از این حیث که شما فردا برای من دیگه پیامی نزنید که من تو این پروژه شرکت کردم یا تو این پروژه میخوام شرکت کنم، نظرت چیه؟ آیا کلاهبرداریه؟ کلاهبرداری نیست؟ و حتی میخوام شما به عنوان مرجعی در بین دوستانتون بشین که بتونید به خیلی حرفه‌ای تحلیل بکنید، بگی که مثلا این پروژه به نظرم اسکم نیست و الی آخر. تو سرفصل‌های دوره بعدی مونم که چند بار با هم دیدیم، راستی من دوره بعدی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال از هفته بهمن ماه شروع میشه، دقیقاً هفته آینده روز سه‌شنبه، و دوره پیشرفته از شنبهش که فکر میکنم میشه 11 ببخشید از یک شنبهش میشه 12 بهمن ماه شروع میشه، 5 جلسه 10 ساعت هست که با هم اطلاعات خوبی رو توش میخوایم مرور کنیم، که امروز یه به قول معروف یه گریزی بهش میزنیم، دنبال لغته داشتم میگشتم. خب من تا قبل از اینکه میکروفون آقای جوادی پور عزیز رو وصل بکنم، عرض کنم که ما با هم یک پکیج کتاب هم مرور کردیم که مجموعه کتابی بود که مناسب بود، و اون مجموعه کتاب رو من براتون صحبت کردم با راه پرداخت که مجموعه انتشارات معتبری تو حوزه بانکی و فینتک ها هست، با یه